ناقضی هفتم سحر یعنی جادو و صرف عطف یعنی گرمی خنکی از جمله سحر است. پس کسی آن را به جا آورد یا به جا آوردن آن راضی شود کافر می شود و دلیل این فرموده او تعالی است هیچ کس را آن دو چیز تعلیم ندهند تا آنکه به او بگویند همانا ما فتنه یعنی آزمایش بندگان هستیم پس کافر نگردید. سحر کفر اکبر است از روی فرموده الله تعالی و آن دو فرشته به هیچ کس چیز یاد نمی دادند مگر اینکه از پیش به او می گفتند ما وسیله آزمایشیم پس کافر نشو. علامت های سحر: یکم، مخالف شرط های جایزی رقی شرعی است. دوم، نوشتن حرف های قطع شده و سخنی که نفهمه است. سوم، به ستارگان نظر کردن. چهارم، خواندن کفی دست و فنجان. پنجم، در گره دمیدن. ششم، گرمی خنکی. هفتم، بیمار را به انجام فعلی که خلاف شریعت است امر کند، مانند دست زدن به حرام کرده ها یا به ترک نماز یا با ترک بسم الله گفتن در وقت مال کشتن امر کند. هفتم، پرسیدن نام مادر. هشتم، معرفت غیب را دعوا کند. نزد جادوگر رفتن و حکم آن: مقصد از رفتن نزد جادوگر در نزد او نشستن یا به سوی او چیز یا نامه فرستادن است و اینچنین مشاهده شبکه های ماهواره جادوگران و موضوع گزیته هایی که در آنها برج ها است و قرائت کفی دست یا فنجان است. و حکم رفتن نزد جادوگر این است که نماز آن رونده 40 روز قبول نمی شود، همان گونه که در حدیث آمده است، و اما اگر گفته او را تصدیق کند کافر می شود. پس به تحقیق پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی نزد فالبین یعنی غیب گوربت او را تصدیق کند پس براستی با اون چیزی که بر محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده است کافر می شود. و از این حکم استثناء جادو می شود. کسی که به خاطر بر او انکار کردن برود و اهل انکار باشد یعنی عالم باشد. نشره، کشادن سحر از شخص جادو شده است و آن به دو قسم تقسیم می شود: نشره شرعی و نشره من شده. نشره شرعی به خواندن رقیه شرعی و دواهای مباح و دعا می باشد. نشره من شده هرگاه در آن منع از نوعهای جادو باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند البته آن از عملهای شیطان هاست. رد بر کسانی که میگویند کشادن جادو با جادو جایز است. یکم، کشادن جادو با جادو مخالف قرآن، سنت، صحابگان و گذشتگان امت است. الله از همه آنان راضی باد. دوم، در انکار ضعیف شماریدن دعواگی کردن به قرآن و دعاهایی که در سنت نبوی آمده است میباشد. سوم، این کار سبب نیرو و قوت دادن جادو و جادوگران در نزد عامه مردم میگردد. چهارم، در این کار دست کشیدن از یقین که آن معالجه با قرآن و دعاهای سنتی است و برگشتن به سوی گمان که آن معالجه به سحر است میباشد. پنجم، در حل جادو از شخص جادو شده ضرور است که سحرکشا و شخص سحر شده به شیطان و آن چیزی که شیطان دوست میدارد نزدیکی نمایند تا او سحر را باطل کند. ششم، هرگاه شخص سحر شده صبر کند پس برایش جنت است، همچنانه که از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده است. هفتم، کشادن سحر به سحر، سحر را به سحر سحر شده می افزاید. هشتم، پیامبر صلی الله علیه و سلم سحر کرده شد و خود را به سحر معالجه نکرد بلکه رو به رقیه شرعی آورد.